روز چهارشنبه از ساعت 5، شنبه از ساعت 10 و یک شنبه از ساعت 12 در تلویزیون زرین با وقت کالیفرنیا یا وست کوست امریکا میتونین مشاهده بکنه. ما با شما 35 ساله تجربه زندگی خود شریک میمانم. ما با شما بحث در مورد قرآن میداشته باشم، بحث در مورد حدیث، بحث در مورد روایت، بحث در مورد شریعت. ما با شما تحلیل‌های سیاسی میداشته باشیم در مورد افغانستان بخصوص. ما با شما بحث در مورد مولانای بزرگ میداشته باشیم، در مورد بیدل، در مورد حافظ، در مورد خیام، حاجی عبدالله انصاری و دیگر نویسنده های بزرگ لسان فارسی داریم. ما و شما روی ازی بحث خواهد کردیم که چطور میتونیم در این دنیای زیبا با هم مسالمت آمیز خوب و زیبا زندگی بکنیم. چطور میتونیم که نه تنها به انسان ها بلکه حتی به حیوانات و نباتات احترام بکنیم و چطور احترام به حیوانات و نباتات میتونه در زندگی ما مؤثر و سودمند باشه. چطور میتونیم که به همسایه خود احترام بکنیم؟ چطور میتونیم با مردمی که با ما هم دین و مذهب و هم لسان نیستن، هم کشور نیستن، یک زندگی مسالمت آمیز و دوستانه داشته باشیم؟ چطور میتونیم خداوند را سپاس کنیم با سپاس کردن به دیگر موجودات؟ هموطنان عزیزم، شفیع عیار هستم. یک بار دیگر شما را به برنامه امروز خود خوش آمد میگم. هفته گذشته بگویم یا چهارشنبه از این هفته اصلا باید بگویم که یک برنامه داشتم در سر سگک مقبولم چک و یک دلیلشی بود که من نمیخوایم که برنامه های ما همیشه بسیار جدی باشه، یک تفریح بگیریم، از این حالت براییم، در یک جای دیگه بریم. و دیگه ای که سگ یک موجود خوب است. یکی از دوستایم که بسیار یک آدم پلایت بود بریم ایمیل کرد که چی برنامه بود که در مورد سگ گرفتی، من نفهمیدم. ما برش گفتم به خاطر از این که بفهمیم ما و شما که ما تنها در این پلنت نیستیم، اشرف مخلوقات کسای دیگه و چیزهای دیگه هم است که باید دوستشان داشته باشیم، بفهمیمشان، احترامشان بکنیم و بگذاریم که در کنار ما زندگی بکنن، اما تر به نبات، اما تر به حیوان. و یه در واقع سگ منعیس یک حیوان بسیار خوب میتونه که توجه ما رو به می قضیه خوبتر جلب بکنه. شهر خالی است ز اشاق، بود کس طرفه، مرد از خیش بیرون آید و کار بکند. ای گپه حافظ است، حافظ زیبا یا گپ زیباترین حافظ است. ای حافظ در یک دنیای مثل ما زندگی میکرده و خیلی کشورها، کشورهای اسلامی ما در طول تاریخ خود در اینمی منجلاب و مزیقی که ما هستیم قرار داشته و ای حافظ بسیار رنج میده. حافظ فکر میکنه که ما به یک کسر ضرورت داریم که یک چراغ پیش ما روشن کنه، به یک کسی که دست ما را بگیره و از این بیراه ما را به راه بکشه. و اما تر یک کس وجود نداره، هر کسی از ترس در یک گلیم سر خود فرو برده و میفهمن که اگر زبان واس کنن کاردهای تیز شده منتظر قطع گردن است. از این خاطر است که حافظ که خودش یک مبارز بود و ما برنامه های را در این مورد اختصاص میتونم، چرا که اکثر مردم اشعار حافظ بسیار تغزلی فکر میکنن، زیبا فکر میکنن و از زیبا، ولی زیادتر اشعار عاشقانه و دوست داشتنی فکر میکنن. اما حافظ یک مرد مبارز در جهان اسلام بوده، در لا بلای کلمات خود ای همیشه فریاد مردم است، همیشه فریاد برای نجات است و همگیشه چراغ است برای از اینکه کدام طرف بری که خدا نجات بدی. و یک بزرگترین اعتراف است حافظ در جهان اسلام که ای گپ تا امروز کس نزده. ای گپ ماست در مورد حافظ که حافظ در جهان اسلام من حیث بزرگترین عالم اسلامی یک اعتراف بزرگ است. ولی به هر حال این شعر حافظ همین مانایش است که
ما به یک کس ضرورت داریم، مرد که از خیش برون آید و کار بکند. از خیش برون آمدن و کار کردن به دو معناست: از خیش برون آید و کار بکند، یعنی که از سر خود تیر شه، خودت در کشتن بته که اگر بتانه برای از این مردم یک کار بکنه در شرایطی که مملکت ماست. یا مرد از خیش برون آید و کار بکند، یک انسانی که پشت دنبال رو دیگران نباشه، یک چیز از خود فهمیده باشه، کتی یک گپ از خود، کتی یک طریق از خود، کتی یک سلوک از خود، کتی یک راه و روش از خود، کتی یک چراغ از خود بیایه که مردم دنبال از او بره، یک راهی که راه نجات واقعی باشه. شهر خالی ز عشاق بود که از طرف مرد از خیش برون آید و کار بکند. و ما و شما در این شرایط فعلی هم نیست افغان، هم نیست مسلمان، با کس و کسهای مثل از او ضرورت داریم. ما یک آدمه که خورد استم که پا به عرصه وجود گذاشتیم، ما از خیش برون آمدیم به اردوی از این معنا که کار بکنم. در سطح شخصی ما یک آدم استم که خود نجات دادیم، ما مجبور نیستم که بهم جمع کنم. ما مثل یک آدم میمانم که در یک کشتی مثل تایتانک بوده، کشتی غرق میشه او باز است تیز خود میکشه در ساحل، اما پشت سر خود سعی میکنه که هزارها نفر در او شط میزنن. این میفهمه که من میتونم حداقل یک تعداد نجات بتم یا شایدم کلره. پس خودم اندازه در مقابل امواج ها، در مقابل کرنت یا جریان او میره بر ازی که دیگر آره نجات بته و در ایرا هر چیز را در خطر مندازه، زندگی خوده، آینده خوده و هر چیز خوده. از این خاطر ما که در ایرا آمدیم بر ازی نامدیم که برای خود فایده کنم. ما میال زندگیم پر از فایده است. ما یک شاخ پر از میوه استم که خود در دست شما برای تکاندن میتونم. اگر نه ما پیسه خوب دارم، زندگی خوب دارم، کار خوب دارم، حاجت نیست که ما بیایم و در اینجا بشینم و گپ بزنم. اما وجدانم نمیمانیم، آتش وجدانم در میتیم که نیایم و نگویم. و اگر نگویم خود چتل فکر میکنم. از این خاطر فکر میکنم که مردن با وجدان آرام آسانتر است از زندگی کردن با وجدان آلوده و کثیف. و من ایسی اگر انسان نمیتونم فراموش کنم که یک مسئولیت دارم در مقابل کسایی که هنوز اینمی چیزا نفهمیدن. اون روز شعر مولانا را بردن گفتم که میگه من گنگ خواب دیده و خلق تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. اما من این را قبول ندارم. در اینمی زمان اینمی تکنولوژی مرا کمک میکنه که من زبان برای گفتن باشم و شما گوش برای شنیدن. از میان شما ما میخواهیم که هزارها نفر در کنار خود ساد کنم، یا ما در کنار هزارها تا شما یک جایشم، ما میخواهیم که به یک موج تبدیل شیم و بریم در تمام جهان اسلام و پاک بسازیم. نه به جنگ، نه به کشتن، نه به قتل عام، بلکه با دوستی و شفقت و مهربانی. و ما باور دارم که کار شده نیست. خوب صحیح باور دارم، یا شاید هم خود برین واش کردیم، اما قدر که باور کردیم که اینمی کار میشه. تو پرگشایی و از شش جهت قفس چاک است. ما اینه قدر قبول کردیم بدل باشین که یک نکته که خورد در مورد یکی از هموطنان که با ما تماس گرفت برای شما بگویم. یک آقای برام ایمیل کرد که اگه برش تلفن کنم. نمره تلفنش بود، نامش به نظرم آشنا آمد. آشنایی نه به ایمانا که از سابقا میشناختم، اما دمی روزا در گوشم خورده بود. آقای هوتکی. از نمره تلفنش فهمیدم که باید از بیریا، از کالیفرنیا باشه. ما بالا خامندی زنگ زدم چون میفهمیدم که یک چیز در رابطه با اینمی سو و سوبازی که در کالیفرنیا شده بود تلویزیون زرینه
سو میکنیم و آقای شفیع را باید چیکنیم و بزنیم و کافر است و آقای داوود نزار و غیره و غیره. ما فهمیدیم که در امی رابطه بود. تلفن کردم برشان. ای آقا بسیار یک آدم خوب، یک آدم پولایت، یک آدم مهذب، یک آدم پر معلومات و ای برای ما برعکس توقع ما، ای به تعریف کردن برنامه های ما شروع کرد، مثل از ای که از سالها ما رفیق هستیم. از جریان گپا معلوم شد که امی آقا رئیس اعظمی گروه بود در بحریه کالیفرنیا که میخواستن ما را تیله کنن و سپرتن به عیس کافر. و ای آقا برای ما گفت که اینمی برنامه دومت ما بود که ما دیدم. این برنامه ما در رابطه با آقای دکتر یونس بود، همین برنامه که ما گپایشان را یک یکی تحلیل کردم، ویدیو کلپایشان را مادم. برای ما گفت که ما اینقدر برنامه خودت مفید یافتم، اینقدر پر معلومات یافتم، اینقدر درست یافتم و اینقدر با خودم نظر یافتم که ما خواستم برای تماس بگیرم و برای تمیر ابراز بکنم. با ما گفت که ما دو هفته پیش و یک هفته پیش یک گردمایی داشتیم که در حدود 100 و نیم یا 200 نفر در اوجه بود، یک قطعنامه هم در اوجه داشتیم و گفت که اینمی برنامه دومه بود که ما دیدم از خودت. اینمی اخلاق انسانی ماست، اینمی اخلاق اسلامی ماست. ما هر کدام ما میتونیم یک چیز را اشتباه بکنیم، اما اخلاق انسانی و بزرگتر از او اخلاق اسلامی ماست که وقت متوجه شدیم که قضیه همون رقمه که ما فکر میکردیم نیست، باید که خدا ابراز کنیم. اما تر که در شکل منفی خدا ابراز میکنیم، با شکل مثبت هم خدا ابراز بکنیم. ما یقین دارم که اینمی از نقطه نظر خودخواهی هایی که ما انسان ها داریم بسیار سخت است. باور کنین اکثر ما این مشکلات داریم. همین یک شعرک بیدل یادم آمد، باشین براتون بگویم. بیدل که در یک نقطه اوج از انسانیت رسیده بود، یک شعرک مقبول چی دارم مثل زیب از آنها شعر داره، اما ای همیالا در ذهنم خطور کرد، میگه که خجلت دیگرم این است که از کوردلی من خطا کردم و او عذر گناه خواسته است. کدام وقت بیدل یک اشتباه کرده، اما پیش از این که بره و معذرت بخواه، طرف مقابل که بیدل تر است از اینا معذرت میخواه و ای بسیار خجالت میکشه. ای در میته بیدل که ما چانس نیافتم که برم و معذرت بخوایم، اما ای یک خجالت دوم شد به ما که این نفر آمد از معذرت خواست، یکی که ما اشتباه کردم. خجلت دیگرم این است که از کوردلی، چقدر به گفت است کوردلی، همی که به دل چشم میتین برای دیدن خب معقول استی. خجلت دیگرم این است که از کوردلی من خطا کردم و او عذر گناه خواسته است. چند نفر در جای میرسه، چند نفر در جای میرسه که خجالت بکشه قضیات که چرا ما تیز معذرت نخواستم و عجله کنه با معذرت خواستن. اشتباه کلگی ما میکنیم، انسان هوشیار، مسلمان هوشیار، هر کس که هست اشتباه میکنیم. تفاوت انسان خوب و خرابی است که وقت انسان خراب دید که اشتباه کرده، کوشش میکنه جبران کنه، کوشش نمیکنه که پای غلطی خود بشینه. ما سپاسگزار هستم آقا از آقای هوتکی که با ما تماس گرفت. امیره اگر نه به شکل اقوازه گفت، حداقل برم فهمان که ما کت خودت هم نظر هستم. اینمی فروت است، اینمی میوه است که درخت خشک ما باید بکنه، اینمی است که با ما قوت قلب میته که نه، ما میتانم با گپ کت مردم یک جای شوم، ما میتونم با گپ یک جنبش یا قیام به وجود بیارم که پاک بسازه این زشتی ها را. دین ما به یک خانه پر از دود تبدیل شده، دین ما به یک کارد تیز تبدیل شده، گردن پشت گردن پشت گردن پشت گردن بریده میریم. ای آقا خلقیسی، پرچمیسی، گلبودینیسی، یوسی، یوسی، آقای مسکینیار است، آقا
یه قصه میشه که باید استاد شیم ببخشیم یکی دیگر. برای ما فرق نمیکنه که آقای هوتکی دو هفته پیش یک مجلس برای ما گرفته بود، اما برای ما امروز فرق میکنه. امروز که آقای هوتک با ما تلفن میکنه یا با ما میگه که برش زنگ دیم و ابراز میکنه خدا به شکل مثبت، ما دیروز دیگه در کله خود نمیگیرم، ما امروز میبینم. اگر شما میخواین برای فردا کار کنین، امروز باید مد نظر بگیرین. دیروز فراموش نکنین اگر بسیار مهم است، اما امروز است که خانه فردای ما را جور میکنن. حالا اگر ما محکم بگیریم که آقای خطاب ما با شما یک جای نیستیم، چرا شما وقتی که گلبدین در کابل راکت میزد مگر هر روز از تلویزیونتان در کابل در چهار آسیا و همراه گلبدین حکمتیار یک آدم قاتل یک آدم خائن مصاحبه نمیکردین، چک نمیکردین، غیر مستقیم تشویق نمیکردین؟ نه دیگه ما با شما چیز نداریم. نه دیروز بود، دیروز ما در نظر باید دیگه نگیریم. آقای مسکینی ها رو در برنامه هایشون از طالب دفاع نمیکنن، مثل از او اشتباهات دیگه نکنن. دیروز بود، تجربه نداشتیم، رای خدا با درستی دیده نمیتانستیم، باران ابر آمده بود پیش چشم ما را آیسای پوشانده بود، اما بالاخره وقت رسیده که دامن از این ابر باید پاره کنیم و بگذاریم که آفتاب در سرزمین دلهای نمزده ما بدرخشه و این نم ببره و گلها برویه. نمیتونیم که به خاطر دیروز یخن بگیریم. دو مردم امروز باید بر علیش ساتشیم. حزب گلبدین، گلبدینی هایی که امروز فعال هستن، عملا این امروز در قتل عام مردم ما عصه دارن، نه و گلبدینی هایی که دیروز بودن امروز دیگه جزو از این گروپ نیستن، حتی بر علیش هستن و میفهمن که غلط کرده بودیم. یارا ما نمیتونیم که یارا دیگه محکوم بکنیم. اما ترکایی طالب که عملا در کشتن ما مصروفه، طالب کی است؟ طالب اونمو بچه ها که یتیم افغان بیچاره ماست که در مقابل روس جنگید، پدرش کشته شد، برادرش کشته شد، آیسای گرفتش، قپیدش، برینواش کردش، آوردش کشته میره. ما در حال که ایره باید تیله کنیم پشت سر، نمانیم که بکشه، اما کت دست دیگه خود باید دستش بگیریم، باید آغوش خود باز کنیم که نمانیم که یک کشته شه و یا دیگران را بکشه. صلح ما صلح یک جانبه باید نباشه. تیله میکنی و در آغوش میگیری، چیز زشتش تیله میکنی، حکومت برای طالب نمیتی که بین حکومت بگیرین. هر کسی که بیرق خود بالا میکنه سفید و دیگه در کشتن مردم سنه میگیره، مثل همه مردم دیگه میتونه بیا. اما نه، به این معنی نیست که شما چون زور دارین مردم رو میکشین، خیبه این شما وزارت دفاع رو بگیرین چون که قاتل تر هستین. نه، این صلح خوب نیست که آقای کرزی میکنه. این صلح در مملکت ما برعکس جنگ ادامه داد، روحی طالبا رو بلند برد، مردم ما رو کانفیوز کرد، مخشوش کرد و دل مردم ما رو شکستان. مردم فکر کرد که امریکا و کرزی کت طالب هستن، طالب یا میارن، ما و شما ناق بر علی طالب یک جای میکنیم، جنگ میکنیم، بیایی که بریم در پاهایشان بفتیم. یا بریج بیلد کردن، پل بیلد کردن، پل ساختن که چطور که طالب یک جای شوند. این یک پالیسی خراب بود. و هر حال هموطن عزیزم، ما منظورم است که در این می جنگ تبلیغاتی یا تلویزیونی که ما داریم، ما خودم شخصی یک ثانیه نمیخوایم این جنگ پیش ببرم. ما را کافر گفتن آقای دکتریون است، مجبور بودم که بررسی بکنم برنامه شانم. آقای استاد ابوبکر مجبور بودم که بررسی کنم، اما بعد از اون دیگه ما پیش نرفتم. دیدم که آقای دکتریون، آقای استاد ابوبکر یک سرحد به خود دادن. من سپاس میکنم، تشکری میکنم ازشان. میفهمین که آقای استاد ابوبکر، آقای استاد ابوبکر یکی از آدمای پرمعلومات ترین در این صفحات تلویزیون ما. آقای علی یاری یکی از پرمعلومات ترین مردم ها هستند. معلوماتشان درست نیست، معلومات غلطه، گناه ازیان نیست، به خاطر ازی که هزارها کتاب امروز در جهان اسلام است
که ما میخوانیم و این ما را در یک جهت خراب سوق میده. دین اسلام چی است؟ اسلام اگر شما 10 صفحه معلومات خوب در مورد اسلام دارین، شما یک مسلمان فوق العاده هستین. 10 صفحه معلومات. دین ما یک دین بسیار سمپل است، ساده است، قابل فهم است. خداوند قرآن به ما در یک کتاب ساینس رایی نکده. یا آقایی که میگه که به اساس قرآن ما بود که مردم در آسمان ها رفال ما یاد نگرفتیم، نه یا بیچاران نمیفهمند. قرآن یک کتاب ساینس نیست. قرآن یک کتاب است که خداوند بر یک پیغمبری که سواد نداشت فرستاد که در سطح از او باشه. شما چطور میتونین برای یک پیغمبری که سواد نداره شما یک کتاب رایی کنین که راجع به ساینس باشه؟ میتونین؟ مگر خداوند قاعده شما فهم نداشت؟ بلا تشبیه، نعوذ بلا، نمیفهمید. خداوند بارها در قرآن تکرار میکنه که این کتاب و شما رایی کدام و لسان ساده که بخونین و بفهمین. وظیفه پیغمبر چی بود؟ وظیفه پیغمبر این بود که اول بفهمه، بعد از او با ما بیای بازگو کنه. اگر شما امروز برای یک بچه که خورد سنف دویتان یک کتاب برین از بازار بخرین، چطور یک کتاب میخرین؟ یک کتاب در مورد اینشتاین میخرین؟ در مورد ساینس میخرین؟ یا یک کتاب قصه‌گکا میخرین که او بتانه بفهمه، بتانه ازش یک چیز بگیره و بازگو کنه برای برادرک خورد خود که از او کده یک سال خوردتر است؟ نه؟ شما فکر میکنین که خداوند در مورد پیغمبر خود همین مقدار و ظرفیت پیغمبر خود نمیفهمید؟ میفهمید. و خداوند اشتباه نکرده، ما اشتباه میکنیم. ما چی کردیم؟ یک قرآن را که یک کتاب از این 10,000 کتاب جور کردیم. مسلمانی که 1400 سال پیش بود یه قاعده 10 صفحه معلومات کار داشت که یک مسلمان خوب باشه. ما گم شدیم در رود نیل، افتیدیم که چی را باید بفهمیم. یک کتاب، 2 کتاب، 100 کتاب. این می آقای ابوبکر هیچ که نخونده باشه 100 کتاب خونده. آقای علی یاری، باور کنین دینی میخواد افغانای ما در سطح از یا ما بسیار کم داریم. و با خواندن این می کتابا یا از اونم 10 صفحه انفارمیشن که لازم بود بیخی دور شدن. حالا در یک کار دست از اوناست، یک کار دست از وا پشت گردن ما میگردن. یا فکر میکنن به دلیل اینی مردم دیگه کافره، و یا فکر میکنن که به دلیل اینی مردم دیگه کافره، و یا دیگه میخواین که زده برن. اما یک نفر آمد در پیش آقای اسامه گفت که آقای اسامه همی جهاد چی است؟ آقای اسامه گفت که جهادی است که یک مسلمان در جریان زندگی خود باید برای مسلمان ساختن دیگران مبارزه کنه، و این مبارزه تا وقت دوام میکنه که در این دنیا کسای نامسلمان باقی است. این نفر برش گفت بسیار خوب، بسیار چقدر خوب. اما بعد از اینکه همه مردم مسلمان شد دیگه جهاد خلاص میشه؟ نه، نه. او وقت وظیفه مسلمان خوب است که بر علیه مسلمان بد مبارزه کنه و گردنهای از یار زده بره تا که مسلمانهای بد خلاص شد، مسلمانهای خوب بمانه. بسیار خوب، خلاص شد بعد از اوجا؟ نه، مسلمانهای خوبتر بر علیه مسلمانهای بدتر باید بجنگه. گردن از یا قابل زدن بسیاریش منافقه، بزن و بزن و بزن، مسلمانهای خوبتر میمانه. خلاص شد بعد از او؟ نه، خوبترین بر علیه بدترین بر علیه خوب باید جنگ کنه که مسلمان خوبترین باید بمانه. و یا میزنن و میزنن و میزنن و میزنن، داخل یک چند تا مسلمان خوبترین میمانه مگر کلش زخمی. بعد از او خلاص شد؟ نه دیگه. خب باز همی کسایی که زخمی است یا بخیر در اثر همی زخمایی که دارن میمورن و یک صلح و آرامش در دنیا برقرار میشه. مگر همی جهاد نیست که در کله خود ما گرفتیم؟ کی کته کی خوب است همیاله؟ کته یهود ما بد استیم، کته کریسچن ما بد استیم، باز کته اسماعیلی ما بد استیم، باز کته شیعه ما بد استیم، باز کته سنی ما بد استیم، باز دیگه کمونیست است کته زی بد استیم. نه، وقت است که دروازه مسجد خود را دیگه باید واس کنیم برای کلگی. دیگه چشم ایبین خود را کور کنیم.
چشم خوشبین خدا باز کنیم. اگه یک زن فاحشه از روی سرک می آید در مسجد مدرایه، بگذارین او به این مسجد زیادتر ضرورت دارد. اگر یه آقا کمونیست از در مسجد مدرایه، ای را بگذارین او به این چراغ زیادتر ضرورت دارد. اگر یک آدم جوش می، یک سردارجی که در لنگوته خود می، یک آدم که هیچ اسلام خوش نداره می آید تنها بر تف کردن در مسجد و تو غرض نیست، تنها پاک کن. اگه صد دفعه تف کرد، صد دفعه پاک کن. بگذار که ببینه که تو چقدر یک انسان با صبر و با حوصله و خوب هستی. درد دلش پاک کن، گرد از رخش پاک کن، چتلی را از دامنش پاک کن، بوتش را پیش پایش باند. مثل که مادر تریسا کرد در اند، مادر تریسا در اند میلیون ها نفر چرا کریسچن ساخت؟ به جنگ نکرد که ما مسلمان ها میکنیم، به زور نکرد، به برینواش کردن نکرد، یک نمونه از یک انسان خوب شد. تمام زندگی خود پاک کرد چتلی، تداوی کرد مرض. این به این ترتیب ای یک نمونه از یک انسان خوب شد و مردم گفتند که ای بچی معتقده، گفتند کریسچن، ای عیسویست. مردم دویدند که ناقوس های صدای کلیسا را بشنوند و میلیون ها نفر به او را گراهید. ما چی میکنیم؟ تمام فاحشه خانه های جهان از پیسه مسلمان پره. برو در تایلند، برو در آلند، با خدا کلش به عربی نوشته است، از خاطر که از این پیسه می آید. اما سعی کنین که یک کریسچن چی میکنه؟ این از جمعه خیزه در افغانستان دوره طالب میره که مردم کمک کنه. چرا مردم در افغانستان کریسچن میشه؟ ما خوش هستیم که ولا یک نفر ما گرفتیم مسلمان جور کردیم. این نفرها در امریکا خودشان میان کتاب میخوانند، فکر میکنند که نمی دین مسیحی نیست، یا عقده داره، یا معلومات میگیره، یا خوشش میاد، هر چیز که اسمش مسلمان میشه. تو در این کدام نقش بازی نکردی؟ اما در افغانستان که کس عیسوی میشه، در او مردم نقش بازی کرده. و برین شما این مردم هایی که کریسچن شده یا پرسان کنین، یارا ات نامدن که این $1000 میتونه بیاید در چرچ، نه، یارا بدون توقع کمک کردن. یوان دیده که اینی مسلمانه دیگه، می امرا چوکاری میکنه، زن ما در معذر آملت میکنه، بچه ما بردن کشتن، خود ما از ترس از خانه نم رایم. ای رسی که اینی نام مظهر انسانیت هستن، ای در دلش جای میگیره ای دین و میره عیسوی میشه. این حاله ما در عوضش دمی امریکا در یخن یکی دیگه چسبیده و زده میریم. کافر است. چرا کافر است؟ بخاطر صلی الله علیه و سلم نمیگه. راستی دین شما تنها در اثر نگفتن صلی الله علیه و آله و سلم آدم کافر میشه؟ بله میشه. در دین شما آزادی بیان است؟ بله است. خالی آقا را چرا کافر میگنی؟ خب یک چیز را قبول نداره. نه خب بازت آزادی بیان نیست، نه؟ از اینمی خاطر هموطن عزیزم که ما میگم عقاید غلط مذهبی ما به یک فرعون تبدیل شده که ما را در اسارت فکری خود گرفته، رود نیل در پیش است و حضرت موسی که ما را از این رود نیل انتقال بده. و او حضرت موسی چیست؟ قرآن. از این خاطره که ما میگم با قرآن برین، بیاین که برگردیم با قرآن. این 10,000 کتاب پرتین در دریا، خداوند یک کتاب رایی کرده. اگه سمپلیفای کنیش 10 صفحه میشه. بیاین که بریم امو 10 صفحه را یاد بگیریم. این کتاب های دیگه که ما را مخشوش ساخته و به قاتلات تبدیل کرده، ای را در گاربیج پردیم. ای را که ما میگم در گاربیج پردیم، مردم شاخ میکشه، مویاد جانشان استاد میشه که هی یک آمده کفر میگه برای ما. نه، اینمی کتاب ها ما و شما را به کجراه آبرده، به قاتل ها تبدیل کرده. ای را ما حل مشکل خود میبینیم. قرآن را نمیفهمین بین که به اساس حدیث بر شما بفهمانیم. نه، حدیث او سبان پیغمبر به اساس قرآن گپ میزد. قرآن یاد بگی حدیث هم فهمیدی، هم مردم تو نمیگه. اینی کتاب های شیطانی را به حیث حل مشکل ما میگن. در واقع مشکل ما اینمی هسته، حل مشکل ما نیست. نیک بنگریگه حل ما مشکل ماست. اگه دقیق شوی
امی چیزی را که ما فکر کردیم که حل مشکل ماست، خود از این مشکل ماست که نیست. این دوای دل ما باعث درد دل ماست. اینی کتابا که ما فکر میکنیم میخوریم برای درد دل خود، یا باعث درد دل ماست. اسلام باید برگردانیم، با نمو قرآن سمپلیفای کنیم، سهل بسازیمش، ساده بسازیمش. ده صفحه میشه، باور کنین به ده صفحه شما یک مسلمان فوقلاده میباشین. به ده ها هزار کتاب حال ما کفر گشتیم، قاتل گشتیم، پشت گردن یکی دیگه کت کارت میگردیم، یکی دیگه را پاره پاره میکنیم. بیاین که ایلا کنیم این کاردار از دست خود پردین. تا برنامه دیگه، شما را به خداوند بزرگ می سپارم.